سلام زبان آموزان عزیز، فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. در این ویدیو می‌خوایم که با هم دو حرف ربط یا کنکسیون با هم بیاموزیم که اولی هست انت ویده و در و دومی هست نیش نو زندن آخ، که هر دو استفاده کاملا زیادی داره در بخش گفتاری و نوشتاری زبان آلمانی. اول روی بخش انت ویده و در کار میکنیم که به معنای فارسی از اون میشه یا خب زیاد استفاده داره. به طور مثال اگر ما به زبان فارسی داری این حرف ربط استفاده کنیم، به طور مثال من یا سینما میرم یا پیش دوستم میرم، که همین یا میشه انت ویده و دا. خب اگر بخواسته باشیم مثال به زبان آلمانی داشته باشیم، ایش کوم انت ویده هویت و دا مورگن، من میام یا امروز یا فردا. پس ببینیم که کاملا استفاده زیاده داره و سر فعل هیچ تغییری نمی آید. میبینیم که فعل به جایگاه دوم خود در جمله داره و انت ویده و دا بین از اینها میتونه هر قسم اطلاعاتی در جمله وارد شه. خب در اینجی فقط هویت یعنی یک قید زمان اضافه شده و بعد از ادام یک قید زمان دگه. و همچنین داریم مثال دوم، wir werden entweder ein Hund oder eine Katze kaufen. wir werden entweder ein Hund oder eine Katze kaufen. ما خواهیم یا یک سگ یا یک گربه بخریم. خب میبینیم که همراه فعل وردن آمده و فعل وردن به جایگاه دوم در جمله استفاده شده و فعل دوم و کافین یعنی خریدن به آخر جمله رفته، اما بین انت ویدر اودا این هند و یا این کتسه اضافه شده که گفته ما میخریم یک سگ یا یک گربه. پس انت ویدر اودا بازم معنای یا در جمله داد. Diese Frau ist entweder seine Tante oder seine Mutter. این خانم هسته میگه یا امه، تانته یا امه میشه، خاله میشه، زندایی چند معنا داره. خب میگه یا امه ازو میشه او در زین موته، یا که مادر ازو میشه، یا خاله میشه یا مادر میشه. پس دیزه فقاو ایست entweder seine Tante oder seine Mutter. خب ما میتونیم که انت ویده او دار به اول جمله استفاده کنی که میبینیم مثال بعضی هم کار شده. وقتی که به اول میایه باید حرف اولی بزرگ نوشته شه. انت ویده زی شغیبت این بغیف او دار زی لیست این سایتون. میگه یا او مینویسه یک نامه یا میخوانه چی؟ این سایتون یک روزنامه. پس ببینیم که اینجی به اول جمله آمده و بازم شغایب کسته جایگاه خود جایگاه دوم در جمله داره. انت ویده او دا میبینیم که به اول جمله میتونه بیایه. مثال بعدی هسته من کن دی وونونگ انت ویده کافن او دا میتن. میگه من کن، خب البته منظور از اون من کسی اینجی مرده، اما در کل باید یک این حذف شه به من یعنی آدم شکل مجعول استفاده شه. پس اینجی یک مشکل نوشتاری آمده. من کن دی وونونگ انت ویده کافن او دا میتین. میگه آدم میتونه این خانه چکار کنه؟ یا بخره یا میتین اجاره کنه یا کرایه کنه. پس بازم اینجی میبینی انت ویده او دا به وسط جمله استفاده شد که معنای یا داد. پس زبان فارسی داری هم از یا زیاد ما استفاده میکنیم به زندگی روزمره خود. خب دوم حرف ربط دوم هست نیشت نو زندن آخ، که معنای میشه نه تنها بلکه. اگر خواسته باشی ایران مانند انت ویده او دا به زبان فارسی مثال بدیم، ما نه تنها یک خانه بزرگ میخواییم بلکه مدرن هم باشه. خب این هم میبینیم که نیشت نو زندن آخن زیاد به زبان فارسی داری و زندگی روزمره استفاده میشه. خب حالا مو نه تنها بلکه میشه نیشت نو زندن آخ به زبان آلمانی. خب مثال داریم همراهی ازی، wir möchten nicht nur ein großes Haus sondern auch neue Möbel. میگه ما نه تنها یک خانه بزرگ میخواییم زندن آخ، بلکه قبل از زندر میبینین کامه هم آمده، میگه بلکه نوع موبل، بلکه مبلمان جدید هم میخواییم.
Wir haben nicht nur Ruhe, sondern auch eine schöne Aussicht. Mega, ma na tanha aramish dare, sondern auch balki eine schöne Aussicht, balki yak manzare ya yak did ya manzur az hamu khane. Mega balki yak manzare ya hamu jaye ke دیدی که خانه داره میگه او یک جای زیبای منظره زیبایی هم بلکه داره. مثال بعدی است ایش ایسه نیشت نو فلایش زندن آخ گیموزه. من میخورم نه تنها گوشت زندن آخ بلکه گیموزه بلکه سبزیجاتم. ایش شپیل نیشت نو فوتبال زندن آخ تینیس. میگه من بازی میکنم نه تنها فوتبال بلکه تنیس هم، یعنی که هم بازی فوتبال میکنه و هم بازی تنیس، هم گوشت میخوره و هم چی؟ سبزیجات. پس نیشت نو زندن آخ یعنی که نه تنها بلکه، که قبل از زندن یک کامه میایه. میبینیم که فعلا مانند انتویدر اودا جایگاه دوم خود در جمله داره، مشتن جایگاه دوم یا پوزیسیوهای در جمله، هبین هموته، ایسن هموته و فعل اشپیلین هم همون قسم جایگاه دفعه اومده جمله داره. اگر از این ویدیو خوش اومده ویدیو رو ما لایک کنیم، سوال پیشنشتیم کامنت بدیم، آلمانی سفت و صده سابسکرایب کنیم، از اکان یوتیوب ما باشیم. تا درس بعدی خدا یارو.